من اغلب در ویدیوهای قبلی مربوط به فضا به ISS اشاره می کردم، یعنی ایستگاه فضایی بین المللی. تا همین اواخر این تنها ایستگاه فضایی در مدار بود. به زودی تنها ایستگاه فضایی در مدار CSS خواهد بود، نه ISS، یعنی ایستگاه فضایی چین. این ایستگاه فضایی که هفته گذشته ماژول اصلی آن در مدار قرار گرفت، قرار است تا سال 2022 تکمیل شود. هنگامی که فکر می‌کنیم دوره مدیریت ISS به زودی به پایان می‌رسد، می‌توان پیش‌بینی کرد که چین تنها کشوری باشد که پس از سال 2025 فضانوردان دائمی را در فضا دارد، حداقل تا تأسیس ایستگاه‌های فضایی روی ماه. در 28 آوریل 2021، لانگ مارچ 5B، یکی از قدرتمندترین موشک‌های ساخته شده در چین، از جزیره هاینان در دریای جنوبی چین پرتاب شد. محموله 16.6 متری این موشک بسیار قدرتمند با 4 تقویت کننده نامگذاری شد. این جسم که به معنای هماهنگی آسمان هاست، واحد اصلی ایستگاه فضایی جدید بود. بنابراین، ساخت ایستگاه فضایی تی‌شکل با سایر ماژول هایی که باید تا سال 2022 ارسال شود آغاز شد. اگر همه چیز خوب پیش برود، 3 تایکوناتی که در ماه جون ارسال می شوند در این ماژول زندگی می کنند. طی 20 سال گذشته شخصی به طور مداوم در فضا حضور داشته. تعداد این افراد به طور متوسط بین 3 تا 6 نفر متغیر بوده. با آخرین ارسال ها در حال حاضر 11 نفر در ایستگاه فضایی بین المللی زندگی می کنند و هنگامی که 3 نفر از ساکنان ایستگاه فضایی چین به این جمع اضافه شوند، افزایش قابل توجهی در جمعیت فضا وجود خواهد داشت. اما این دقیقاً همان چیزی است که ما آن را ایستگاه می‌نامیم. این سکویی است که برای اقامت و کار مردم در فضا آماده شده است. تعداد کمی ایستگاه فضایی آماده شده و تا امروز ارسال شدند. اولین کشوری که ایستگاه فضایی را اعزام کرد، اتحاد جماهیر شوروی بود که در بسیاری از زمینه‌ها در مسابقه فضایی اولین کشور بود. در آن زمان ایستگاه‌ها در سازه یک پارچه به نام سالیوت ساخته می‌شدند. میر اولین ایستگاه فضایی مدولار پس از اعزام و تکمیل مأموریت‌های خود، مأموریت خود را آغاز کرد. از آنجا که این قطعات می‌توانند قطعه قطعه در ماژول‌ها ساخته شوند، می‌توانند فضایی زندگی بیشتری در داخل داشته باشند و برای مدت زمان طولانی تری بمانند. در حقیقت ولری پلیاکوف 437 روز و 18 ساعت در ایستگاه فضایی میر زندگی کرد و عنوان شخصی را به خود اختصاص داد که برای مدت طولانی بدون وقفه در فضا ماند. کسی که بیشترین ماندگاری را با این برش ها داشت یک کیهان شناس بود، گنادی پادالکا. این فرد که 5 بار به فضا رفته است، 878 روز وقت داشته. او 2.5 سال از عمر خود را در فضا گذراند. 2 ایستگاه مدولار میر که اجازه این سوابق را می دادند، پس از اتمام دوره 15 ساله خود در جو قرار گرفتند و نابود شدند. در اینجا ایستگاه فضایی چین که به تازگی ساخته شده است بسیار شبیه ایستگاه فضایی میر است که قبلا مأموریت روسیه را به اتمام رسانده. CSS که به 100 تن خواهد رسید از 3 ماژول اصلی تشکیل شده است. پس از اولین واحد اصلی ارسال شده به نام تیانهه، 2 ماژول آزمایشی به طور دائمی به 2 طرف این هسته متصل می شوند. تیانهه جایی که تایکونوت ها به مدت 6 ماه در آنجا زندگی می کنند و ونتیان که به او وصل خواهد شد به بازوهای روباتیک مجهز هستند. واحد دیگر دارای یک قفل هوا برای نگهداری و تعمیر آزمایش‌های نصب شده در خارج از ایستگاه است. تیانهه در مجموع 5 نقطه اتصال دارد. بنابراین میتوان ماژول‌های اضافی را برای پسوندهای بعدی اضافه کرد. این ایستگاه برای فعالیت بیش از 10 سال طراحی شده است. متاسفانه دستیابی به اطلاعات بسیار دقیق در مورد پروژه امکان پذیر نیست. بنابراین من نمیتوانم
توانم راجع به بودجه آن چیزی بگویم، اما حد زدن این سرمایه گذاری چند میلیارد دلاری کار چندان سختی نیست. گرانترین کاری که بشر تا کنون انجام داده ISS است، یعنی ایستگاه فضایی بینون مللی که حدود 150 میلیارد دلار هزینه داشت. از آنجا که 1/5 اندازه آن است، می توانیم فکر کنیم که ایستگاه فضایی چین حدود 30 میلیارد دلار سرمایه گذاری دارد. چرا آنها چنین مبلغ هنگفتی را صرف این کار می کنند؟ آیا پیوستن به ISS در عوض هزینه کمتری خواهد داشت؟ کشورهای اروپایی در کل 5 میلیارد دلار و کانادا در مجموع 2 میلیارد دلار برای شرکت در این پروژه هزینه کردند و توانستند به طور فعال در آزمایش‌های فضایی شرکت کنند. آنها نمی‌توانند در این مراسم شرکت کنند، زیرا از آنها دعوت نشده است. بله، چین تنها کشور بزرگی بود که به پروژه ISS دعوت نشد که با مشارکت ایالات متحده آمریکا، روسیه، کانادا، کشورهای اروپایی و ژاپن انجام می‌شود. او دعوت نشد زیرا وقتی این پروژه در سال 1998 آغاز شد، چین بسیار جدید و تازه کار در مسابقه فضایی بود. آژانس فضایی فقط 5 سال داشت. تصور کنید که در آن زمان روس‌ها در شرف بازنشستگی ایستگاه فضایی 8 بودند. بنابراین کشورهای همکاری کننده برای ایستگاه فضایی تصمیم می‌گیرند که چین نمی‌تواند کمک قابل توجهی کند. با این حال چین بیش از هر کشور دیگری به مسابقه فضایی توجه داشت، میلیاردها دلار سرمایه گذاری کرده است. در سال 2003 عنوان سومین کشور اعزام مردم به فضا را به خود اختصاص داد. از طرف دیگر این کشور همچنان تمایل خود را برای پیوستن به ISS تمدید کرد. با این حال با تصمیمی که در سال 2011 توسط کنگره آمریکا اتخاذ شد، به طور قطع و به روشنی از این مشارکت جلوگیری شد. طبق این تصمیم ناسا و شرکت‌های آمریکایی از اشتراک دانش و تجربه فناوری خود با دولت چین منع شدند. البته این ممنوعیت دلایلی داشت. در سال 2007 چین موشکی را به فضا فرستاد تا یکی از ماهواره‌های خود را نابود کند. در نتیجه تکه تکه شدن قطعاتی از آوار ایجاد شد که می‌توانند امنیت بسیاری از کشورها را تهدید کنند. بعدها دو شهروند چینی دستگیر شدند که آژانس JPL ناسا را ربوده و اطلاعات را دزدیدند. پس از این ممنوعیت چین شروع به توسعه ایستگاه فضایی خود کرد. در سال 2011 او اولین نمونه اولیه ایستگاه فضایی را به نام تیانگونگ 1 ارسال کرد. تیانگونگ 2 در سال 2016 دنبال شد. این دو ایستگاه‌های کوتاه مدت بودند که برای اهداف آزمایشی تهیه شده بودند. بعد از همه این آزمایشات، سرانجام هفته گذشته مهمترین گام در این زمینه برداشته شد و قسمت اصلی ایستگاه فضایی مدولار در مدار قرار گرفت. طی 2 سال آینده 10 پرتاب دیگر انجام می‌شود و سایر ماژول‌ها و نیازهای ایستگاه تکمیل می‌شوند. هزاران تور در طول سالها در ارتفاع 340 تا 450 کیلومتری در مدار زمین و با سرعت تقریبی 25000 کیلومتر در ساعت طول خواهد کشید. در این بین همانطور که قبلا گفتم دوره کار ISS به تدریج در حال کاهش است. این در واقع در سال 2021 پایان می‌یابد، اما دوره وی چندین بار تمدید شد. روسیه مهمترین شریک این پروژه پس از ایالات متحده هفته گذشته اعلام کرد که ماژول‌های خود را جدا کرده و در سال 2025 این کار را پایان می‌دهد. در آینده آنها همچنین می‌خواهند ایستگاه‌های فضایی خود را بفرستند و با همکاری چین ایستگاه فضایی را در ماه بسازند. این توافق را در ماه مارس گذشته امضا کردند. هنوز اطلاعات روشنی در مورد اینکه آیا این ایستگاه جدید در سطح ماه قرار دارد یا در مدار آن است در دست نیست. اما اگر به سرعت گام‌هایی که چین اخیراً برداشته نگاهی بیندازیم، به راحتی متوجه خواهیم شد که آنها خواهان انجام هر دو مورد هستند. سال گذشته آنها اولین کشوری بودند که در آن سوی ماه و دور از کناره زمین فرود بدون سرنشین انجام دادند و یکی از اهداف این فرود پیشاهنگی برای ایجاد یک ایستگاه فضایی دائمی در آنجا بود. برای دائمی بودن چنین ایستگاهی به نقاط اتصال نیاز است.
مشابه داشتن امکانات تفریحی در جاده‌های بین شهری طولانی، ایستگاه‌هایی که به دور زمین و ماه در حال چرخش هستند نیز از نقاط عطف مهم مردم برای سفر به سایر اجرام آسمانی و ماندگاری در آنهاست. وقتی از این جنبه به آن نگاه می‌کنیم، ایستگاه فضایی چین که اولین قدم خود را در هفته گذشته برداشت، معنایی فراتر از اجازه تحقیقات علمی در یک محیط بدون جاذبه دارد. روزی جاده ابریشم از چین شروع می شد و تا اروپا ادامه داشت. آن جاده از هر کجا می گذشت، اما بیش از همه کشورهایی در ابتدا و انتهای جاده از همه لحاظ توسعه و توسعه یافته بودند. اکنون جاده های ساخته شده در جهان به پایان رسیدند. جاده جدیدی که اکنون با این ایستگاه های فضایی ساخته می شود، جاده ماه خواهد بود و این بار کسانی که در آن جاده قدم می گذارند پیشرفت خواهند کرد. به انتهای یک ویدیوی دیگه رسیدیم. اگر میخواید از ویدیوهای بعدی ما مطلع بشید، لطفاً کانال گزیده ها رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو فشار بدید و برای حمایت از ما حتماً ویدیوهای ما رو لایک کنید. نظرات خودتون رو با ما در میان بذارید. تا ویدیوی بعدی، خداوند یار و نگهدارتان.